این روزای این ماه سال، تو این فصل سال، همه چیز برزخی میشه. همه چیز تو مرز مرگ و زندگیه. معلوم نیست درختو دارن میمیرن یا میخوابن. معلوم نیست یه بازی تازه داره شروع میشه یا نه، اواخر بازیه. و من که دارم بازی میکنم، تو آخر بازی میمیرم یا زنده میمونم. همیشه وقتی بازی جدید تو این موقع سال شروع میشه، احتمال میدم که آخر بازی از دو پس میشه. هفته پیش بود که اومد اینجا. خیلی ناراحت بود، اما هیچ حرفی نمیزد. انگار از همه بریده بود. یه جایی رو میخواست تنها باشه. یه مهمونی کوچیک بود با چند تا از دوستا. خیلی بهش اصرار کردم بیادم و نیومد. گفت میخوام تنها باشم. کاش تنهاش نذاشته بودم. پدر موناست، ببخشید. سلام آقای حکیمی. چی شده سرعی خانم؟ مونا خودکشی کرده. مرکز اعلام کنید که یه مورد مشکوک به مرگ مغزی داریم. نتیجه آزمایشارم براشون بفرستیم. امیدوارم بتونیم رضایت خانواده‌اش رو بگیریم. از آشنای خانم محسنیه. بدونم. سلام.
فکر نمی کنم، تو کماست. خب نمیتونم تحمل کنم، دلم میسوزه. درک شرایط آره، گفتنش خیلی ساده است. داره با مامور آگاهی صحبت میکنه. چه میدونم، همین سوال جوابای همیشگی. شاید برم. خداحافظ. همش تقصیر من بود. من نباید تنهاش میذاشتم. مهمونی مزخرف. اصلا سر در نمیارم. این قهر و بچه بازی های احمقانه آخرش هم اینجوری. از کی میخواست انتقام بگیره؟ به حمید خبر دادین؟ بله، فرودگاه بود. گفت یه سره میاد اینجا. زحمت میکشه. لابد خیلی همش خوش گذشته. صد دفعه به منصور گفتم تو این موقعیت این پسره رو نفرست بره ماموریت. میتونست نره. اگه شرایط منو براش اهمیت داشت. نمیدونم. منا دختر ضعیفی نبود. آقای حکیمی. بله. دکتر مسلمی با شما کار دارم. انتهای راه رو سمت چپ. ببخشید مشکل پیش اومده. دوست داشتی؟ بله. آدم باید خیلی بی‌انصاف باشه که خونه دوستش دست به خودکشی بزنه ها. نه نمیدونم، اینجور وقتا بیمارستان رضایت میگیره برای اهدای عضو. همه که از زندگی بعدشون نمیاد. یعنی تمام جوانای امروزی سر هر چیزی دچار افسردگی میشن. بعضی خوب بردن ادای عاشقای دلخسته رو در بیارن. حالش خیلی بده. دیر به یادش افتادی آقای مشکات. سفر خوش گذشت. یه فرم احمقانه دادی که من پر کنم. دیگه موش همون تیکه تیکه کنید. نصف بگیری هیچ تو نمی کنه. سینه کجاست؟ سلام. فرمان برو لطفون. سلام لطفون. سلام. نگفته بودی طرف دسته بزن داره؟ چی شده دکتر؟ باور کنید فقط به خاطر شما نذاشتم حراست دخالت کنه. مشکلی پیش اومده؟ من به جای شما بودم یکم بیشتر فکر می‌کردم. آرامش زندگی تو برام نه. این شازده چی میگه؟ ناراحته. آقاتون یه خورده گرد و خاک کرده.
میگم این دختر خوب ماه عسلی واسه درست کرده. فکر نمی‌کردم اینقدر بد جنس باشه. دلم برای نادر میسوزه. دلت واسه خودت بسوزه. فردای سختی داری. چقدر حرف میزنی؟ رو پوش منو بده. از من گفتن. میگم چطور کارو تموم کنی؟ کافی شیر اکسیژن رو ببندی و خلاص. دیوونه. به منا حق میدم. رقیب قدریه. مزخرف نگو منصور. منا که مخالف نبود. نمیدونم چرا این کارو کرد. حسادت. حسادت. خصوصا وقتی که بدونن رقیبشون تکنسیان بیهوشی و تو هم وقتی رو بردی یا من دارم از ناراحتی میمیرم. معذرت میخوام نادرشون. خب یا جای من یا جای سلام آقای مشکان. سلام نادر. خواهش میکنم بفرمایید راحت باشین. تو این شرایط نادر به یه همدم بیشتر احتیاج داره تا یه دوست. یه خورده دلداریش بدین. داره خودشو از بین میبره. حق دارن، سخته. من درکش میکنم. جدی؟ خوبه. خب پس به نادر بفرمایید که همیشه جای امیدواری هست. فقط صبر. بله. شما درست میگید. خب نادر جون من تماس میگیرم. انشالله به هوش میاد. آخر هر بیهوشی هوشیاریه. اینطور نیست خانم؟ حتما انشالله. قوی باش. خداحافظ. ببخشید چند لحظه. اگه بهش مسکنی آرام بخشی چیزی بدین خود آروم بشه. بله چشم. البته مراقب دوستش باشینه و خدایی نکرده آدم دیگه یه وقت ممکنه. بله. و یه خواهش، نگرانی نادر نگرانی منم هست. شاید نتونم مثل نادر سر بزنم. ما رو بیخبر نذارید. من یه کارمند خوب از دست دادم، هرچند دیگه این اواخر به شرکتم نمی اومد. خدا نگهدار. بفرما. اینم کاخ تنهایی من. تو هر وقت که دلت خواست میتونی اینجا بمونی. وای چقدر قشنگه. همیشه دلم خواست یه خونه نقلی مثل اینجا داشته باشم. سوریا مجردی بهتره. نه چرا که نه، خصوصا وقتی از چنگ یه دیو خلاص بشی. گرچه همه مردم دیو نیستن، توشون فرشتن پیدا میشه مگه نه؟ فکر نمی کنم همشون دیوان. البته نه فقط به اون دلیل که تو فکر میکنی. مگه من چجوری فکر میکنم؟ آخه تو قضیه رو یه ذره هندی میبینی. اون تو که قضیه رو خیلی اروپایی میبینی. بگو ببینم. من توی برزخ. کاش یا فردا از خواب بیدار نشم، یا اگه بیدار میشم ببینم همش یک کابوس بوده. باید همه چیزو برام تعریف کنی. به وقتش. خیلی تودار بود، هیچ وقت هیچی نگفت، مدام چسبیده بود به کامپیوترش. اصلا سر در نمی آوردم داره چی کار میکنه. اون کامپیوتر پیش توه؟ خب آره. میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ نه اصلا فکرشم نکن. سوره یا خواهش میکنم، برام مهمه. نمیتونم، امانته. میخوای التماس کنم؟ التماس کردنم بلدی؟ اگه لازم باشه آره، به خاطر مونا. آره خودم هم نمیدونم چرا این کار برات انجام دادم. میدونم که مونا راضی نیست. باید سر در بیارم. مونا چرا این کار کرد؟ ما با هم عقد کرده بودیم ولی من فرصت نکردم درست بشناسمش.
میخوام بدونم چی باعث شد. فکر میکنی چیزی این تو پیدا کنی؟ شاید. فقط یادت نره نباید کسی بوی از ماجرا ببره. نمیخوام منو اگر خوب شد ازم متنفر بشه. بهت قول میدم مثل همیشه. میدونم ازم متنفری. واقعا؟ فکر میکردم فراموش کردی. فراموش کن. فقط یه سوال. دیر وقته. از وقتی که منو آمد پیش تو میدونم چی میخوای بگی. خیلی دلم میخواست بهش بگم اما نگفتم. نه به خاطر تو، به خاطر خودم. میفهمم. شب بخیر. ممنون. سلام. کجام بابا؟ دنبال کارهای شرکت. دلمون خوشه دو روز مرخصی گرفتیم به خودمون بریزیم. اگه شد. من آدم دیگه. حالا قبل از اینکه ثابت بشه آدمی، فعلا ترتیب اینا رو بده. با همش موافقت شد. فقط تا پس فردا بعد بروشور، پوستر، کاتالوگ شده روی میزش آماده باشه. اینا هیچ کدومشون کامل نیستن. کلی کار بعد روشون انجام بدن. نگاه کن فعلا که کامل. باز کی دست برده تو کارهای من؟ همش دو روز نبودم ها. باز یکی خواسته هنرنمایی کنه خودی نشون بده. این چه افتضاحیه؟ چیه حمید خان؟ باز داری سخنرانی میکنی؟ سلام. سلام خانم، مگه بهش نگفتین عجله داریم؟ مهمونای خارجی دو روز دیگه اینجان. میخوای چیکار کنی؟ با آبرو شرکت بازی کنی؟ اما جا من باید بدونم اینجا چه خبره. اینا نگاه کنی، اینا واقعا مورد تایید شماست. تقصیر منه یا این مرخصی بی وقت جناب عالی؟ حالم طوری نشده تا پس فردا وقت داری. اینا با سلیقه هنری سرکار در تضاد، عوضشون کن. من پس فردا همه اینا رو چاپ شده رو میزم میخوام. بله باشه چشم. خانم موبایل حکیمی رو بگیری من باش صحبت کنم. بده به اینجا ببینم. حالا این شاهکار کار کی هست؟ مگه نهیدیش؟ کیو؟ نه همکار جدید تو. من به شما گفتم همکار میخوام. حالا چرا براق میشی؟ قضیه همون طراحی سایت شرکت که قبلا صحبت شو کردیم. که منم گفتم رضا میتونه. رضا هنو بچه هست. اولا که رضا بچه نیست و 16 سالشه. به قول خودش آخر کامپیوتر. ثانیا من نمیفهمم طراحی سایت چه ربطی به این فضولیت. من نمیدونم مرحوم برادرم اخلاق گنده تو رو چجوری تحمل میکرد. دوست ندارم کسی تو کارم دخالت کنه. خیلی گوش تلخی. حالا برو دو کلم باهاش صحبت کن، با هم آشنا بشین، بعد بهت میگم اون کیو چرا من دستشو گرفتم. فکر میکردم دیدیش. بله آره وصلشون. سلام نادر جون. آره آره تماس گرفتم این سری به شرکت بده لیست داروها رو بدم. روشون یه مقداری بازاریابی کنی ببینم اوضاع چطوره. از اونا فکر میکنم 300-400 هایی باشه هنوز. نمیری؟ شما گفتی بیا. برو بعدا صحبت میکنیم. پس فردا فراموش نشو. چشم خیالتون راحت. بله الو الو
سلام. سلام. شما بعد آقای مشکات باشین درسته؟ بله. خوشبختم. منم حکیمی هستم. مونا حکیمی. همکار جدید شما. خواهش میکنم. خیلی خوشبختم. راستش من تصور نمیکردم که یعنی در واقع فکر میکردم یه آقا. نگفته بودم به شما؟ چرا؟ یعنی نه میدونین آقای مشکات شما با خانم مشکل دارید؟ نه. ای وای ببخشید میخواییم بگم براتون یه چای بریزن؟ نه نه ممنونم من هر وقت بخوام خودم میارم. خیلی مزخرف شده نه؟ خب البته مزخرف که نه. شما نمیشینید؟ چرا اتفاقا داشتم یه نرم افزار نصب میکردم البته برای شروع کنم. بس من جای شما نشستم. نه تو رو خدا اختیار داری. البته میتونم که جای شما سوا ولی خب همین یه کامپیوتر اینجا بیشتر نیست دیگه. گفتن که قراره که تهیه کنم. اینجا از این حرف زیاد میزنه. شما راحت باش میکارتون. ممنون. من فکر میکنم شما یه علاقه خاصی باید به فصل پاییز داشته باشی نه؟ معذرت میخوام آخه من صفحه خالی متنفرم. بعدشم خب من خیلی پاییز رو دوست دارم. آخه تو پاییز به دنیا آمدم. چه چاله؟ منم پاییز دنیا آمدم. چه ماهی دنیا آمدین شما؟ آبان. من مه. پس مرخصیتون برای تولدتون بود درسته؟ آره معمولا سالی یکی دو روز میرم محل تولدم میدونین برام یه جور احساس تولد دوباره است. چه جاله. خب با اجازتون من برم تا دیر نشده اینو رو بدم برای چاپ. جدی میخواین همینا رو چاپ کنی؟ چه اشکالی داره؟ خیلی طرحای خوبیه. آخه من فقط تکمیلشون کردم. طرح اولی از خودتون بوده. مثل که به خیر گذشته. بفهم. اینم اطلاعاتی که میخواستیم. سایت کی راه میفته؟ خانم قربانی، نگفتم خوش شانسم. چی شده؟ آقای مشکات با طرحای من موافقت کردن. میخوان که بدم برای چاپ. جدی؟ اونجوری که شما از اتاق زدی بیرون گفتم الان میره خانم حکیمی از پنجره پرت میکنی بیرون. آقای مشکات لزومی نداره اگه از تر و خوشتون نیومده بدین برای چاپا میتونی تغییرش بدین. نه میدونین من فقط ناراحت شده بودم از اینکه کسی تو کارام دخالت کرده بود. خب موضوع اینه که بهم نگفته بودن کسی که دخالت کرده تو ورده پایین. یعنی پاییز انقدر برای شما مهمه؟ مهمه. بردن برخشید خدا. سلام داداش. سلام. مونا خانم حالش خوبه؟ نه. خیلی بده. این چیه؟ مال موناست. قدیمیه ولی خیلی خوب کار میکنه. موسه جو خیلی حالش بده نه؟ آره تو امروز چی کاری؟ صبح که خونه عصر میرم کلاس. میتونی یه نگاه بهش بندازین؟ خرابه؟ نه میخوام دل و روده اطلاعات شده هر بیاریم.
بدون اینکه چیزی پاک بشه. میتونی؟ آره خوب. همه چی دیگه؟ همه چی. کارت اینترنت داری؟ آره 3-4 ساعتی دارم. پس یه نگاه به ایمیلش بنداز. باشه. پسورد چیه؟ موقع کامپیوتر توی؟ پسورد منو چجوری فهمیدی؟ رضا چیزی باگ نشه؟ نه خیالت راحت باشه. خانم محسنی سلام، من مشکات هستم. خبر خوشی داری خانم؟ علامتی، نشونه هوشیاری، چیزی که امیدوار کننده باشه؟ عجب. نادر کجاست؟ کار خوبی کرده؟ واقعا با این وضعیت موندنش اونجا بیفایده است، بیشتر عذاب میکشه. باشه من بهش سر میزنم. خداحافظ. کی بود؟ خانم محبوبه محسنی. گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. نادر خانه دیگه. از مونا خبری داشت؟ خبری بی خبری. در آستانه خواب ابدی. این چیه؟ در روز مرخصی؟ چه خبره؟ مجنون بازی هم حدی داره. بگو موافقت نشد. بعد باش صحبت کنی. خیلی به هم ریخته است. خطریه؟ تا خطر رو چی ترجمه کنی؟ ترجمه شما چیه؟ من مترجم نیستم، ویراست دارم. غلط گیر. غلط کرده. الو حمید، بیا ببینم جریان این در روز مرخصی چیه. کلی کار داریم بشر. بابا عجب پا قدمی داشت این دختره. این دختره از همون اول شوم بود. به خدا اگه خاطر نادر نبود. من اصلا شومم. اینو میدونستی؟ جدی میگم. تو ای بدونی من تا حالا سر چند تا روزنامه رو خوردم؟ اصلا همین حضور من مصادف بوده با تعطیلی روزنامه، باورت میشه؟ یعنی تو واقعا خبرنگار بودی؟ با 2 سال پیش جایزه‌شو گرفتم. تو اصلا مثل که تو این وادیا نیستی یا؟ راستش نه زیاد، میدونی؟ کار خودم هم به زور انجام بودم. خیلی خوب، پس نمیدونی با چه عجوبه آشنا شدی. یه اوریانا فالچی کل خر. این آخریشو فهمیدم. خوبه. میدونی من تعجب میکنم، یعنی در واقع ذره برات نگرانم. با این چیزایی که تو میگی عجیبه تا الان نخواستن سرت جا کنم. از کجا میدونی که نخواستن؟ تقریبا 3 ماه پیش تو ماشینم یه مار پیدا شد. به خاطر همین بابام دیگه نذاشت که برم سر کار. دستمو گذاشت تو دست آقای مشکات، گفت تحت نظر. جدی که نمیگی؟ چرا؟ تو فکر میکنی من الان احساس امنیت میکنم؟ مونا چی کار میکنی؟ همنه مونا چی کار میکنی؟ همنه مگه نه؟ شما
یکی فیلمشو دیده بودم. زندگی مثل فیلمه. اصلا کمدی تراژدی درامش مهم نیست. مهم نقشی که بازی میکنی. یا برات نوشتن که بازی کنی. بله. سلام رضا. خوبی؟ صبر کن یه ذره. گوشی. بگو. الو بگو صدات میاد. چی؟ چیزی پیدا کردی؟ آها دارم میشنوم. آها خب پس تو خبرشو به من بده. خداحافظ. سلام. خفه نشی؟ چی پیدا کردی؟ خب این درایو ببین ظرفیتش چقدره؟ 1.8 گیگ. حالا ظرفیت کل فایلایی که تو این درایون چقدره؟ 1.5 گیگ. خب این یعنی چی؟ یعنی که یه تعداد از فایلای این درایو هاید شدن، یعنی محو شدن. آخر کامپیوتر کاری نداره، از منوی ویو برو ظاهرشون کن. مشکل همینجاست. به روش معمولی که هاید نشدن که، از یه نرم افزار خاص استفاده شده. ببین نرم افزارش اینه. اینا روش کارش چیه؟ مشخصات فایلی رو که میخوای دیده نشه بهش میدی، یه کلمه رمز هم براش تعریف میکنه. بعد اگه خواستی دوباره ظاهرشون کنی، خب کلمه رمز رو میدی ظاهر میشه. که رمزش هم ما نمیدونیم، فقط مونا خانم میدونه. هیچ جوری نمیشه پیداش کرد. خب یه کارایی میشه کرد، اما خب زمان میبره ها. میتونی یا نمیتونی؟ اینو بگو. سعی خودم میکنم. نمیتونستی شب که میام خونه به هم بگی؟ یه چیز دیگه هم هست، ایمیلاش. ایمیلای فدایت شوم و چرا رفتی چرا بر نمیگردی و... خیلی خوب. میلای تهدیدآمیزم تا دلت بخواد. انواع اقسام تهدید. از همه مهمتر میلای یه شخصی که توی یه ماه گذشته باش ارتباط داشته. با هم قرار ملاقات میذاشتن برای رد و بدل کردن یه سری اطلاعات. همون شخص امروز برایش یه ایمیل فرستاد. خب احتمالا نمیدونسته برای مونا خانم چه اتفاقی افتاده، چون از اون خواسته ساعت 4 باش ملاقات کنه تو پارک شفق. کجای پارک؟ چیزی که ننوشته. همین الان یه میل بهش بزن. از قول مونا بنویس نریزه. نمیتونه بیاد. نامزدش رو میفرسته. مشخصات لباس و قد و قواره منو بنویس. باشه. این قضیه کم کم داره مشکوک میشه. قبلا دیدی؟ چی هست؟ یه چیز شبیه خاطرات، چیزایی که خوشحال یا ناراحتش کرد. چای میخوری؟ نمیدونستم باید دلم براش میسوخ یا ازش متنفر میشدم. چرا ما آدمی اینجوری هستیم؟ حالا هر چقدر تحصیل کرده و با سواد و فرهنگی، عقل میگه عین سواد اصلا واجد، اما این خودخواهی و چیز شبیه حسادت احمقانه و بدوی تفلک. بابا چقدر سرخ و سفید شد،
چقدر تته پته کرد تا تونست حرفشو بزنه و من اونقدر دلم سوخت که نتونستم بدجنس باشم. هرچند خوشم نیومد، هنوزم نمیام، اما بابا چه گناهی داشت؟ اون عاشق شده بود. خب بقیهش بابا. خب همش همین بود دیگه، میخواستم نظر تو رو بدونم. خوب کاری کردین، دعوتش کردین بابا جون. خیلی دلم میخواستی ملکه خوشبخت رو ببینم. فکر میکنم باید خیلی خانوم باشه که بعد از این همه سال تونسته بابای خوب منو اسیر خودش کنه. نه من پدر خوبی نیستم. نه این چه حرفیه میزنین پدر من؟ این حق طبیعی شماست. من از روح مادرت خجالت میکشم. مادرم هم راضیه. مگه نه ماما؟ با اجازه بزرگترا؟ بله. خانم بخشناس هم هستن. بفرمایی. سلام، محبوبه هستم. منم مونا هستم. خوش اومدیم، منتظرتون بودم. چرا زحمت کشیدی؟ از گل آفتاب گردون خیلی خوشش میومد. بله. دوستش داشتی؟ هنوزم دارم. جوری حرف میزنین انگار که دیگه وجود نداره. وجود داره؟ باورش مشکله. خیلی ناامیدیم. از واقعیت نمیشه فرار کرد. میشه؟ جلوتر از واقعیت هم نمیشه حرکت کرد. درسته؟ نصف بیشتر مردم نمیدونن مرگ مغزی یعنی چی. سلام. Thank you.
موندم من آدم خوششانسی هم یا بدشانس؟ خیلی بهش فکر نکن. ماشینت کو؟ طبق معمول تعمیرگاه. مزاحم نباشم. مزاحم نیستی، مسیر اون یکیه. چی شد؟ طرف اومد؟ نه چی نکن؟ زود باش. سرکاری بود. تو چی کار کردی؟ 9 تا فایلی که هایت شدن، هر کدومم با یه رمز. با بدبختی تونستم رمز یکیشون رو پیدا کنم. یه چیز تو مایه های همونه که طالب نشون دادم، خاطرات. حتما براش مهم بودی که هایدشون کرده. خاطرات چه زمانی؟ آخریش مربوط به یه چیز حدود 6 ماه پیشه. خودمونی ماه مونا خانم هم عجب عجوبه بود و ما نمیدونستیم. تا حالش هم قاچاقی زنده مونده. چطور؟ حالا خودم متوجه میشه. حالا میشه خون؟ آره؟ اونجا نه. من با اون کامپیوتر کار دارم. ریختم تو کامپیوتر خودت راحت بخونیش. این چه فیلمیه؟ برنده منم، یادشه؟ نمیدونم. خیلی باحاله. امروز بعد از ظهر از خستگی خوابم بود. مثل یه مرده افتادم. مرده شور خواب بعد از ظهر رو ببرم. هرچه این چند ماه به سرم اومده بود مثل یه کابوس آبار شد رو سرم. این فیلم های روانی همه چیز دفرمه و وحشتناک. بیدار شدم نمیدونستم در چه زمان و مکانی هستم. از اینکه همه چیز کابوس بود نفس راحتی کشیدم. به شدت احساس تشنگی میکردم. دو ماه خونه نشینی اعصابم رو به شدت به هم ریخته بود، اما مثل همیشه بابا بود که از این وضعیت سلام. گل برای دختر گلم. چیه بابا دوباره نشستی؟ چرا اینقدر قصه میخوری؟ دل بابا رو خون کردی؟ پاش عزیزم. احساس میکنم اون تنفری که درونم ریشه دونده بود نرم نرمک داره جاشو با یک آرامش خلسه آور عوض میکنه. بابا فوق العاده است. بیا، طرف داره پی ام میده. ارتباط برقرار شده. تا حالا 10 تا سلام داده. جوابشو بده. بپرس چرا نیومدی سر قرار. نامزدت عجب آدم احمقیه. چرا انقدر تابلو رفتار میکرد؟ جد و آبادته. بنویسم؟ نه خیر. بنویس بهش تذکر میدم عادی باشه.
قرار بعدی کی کجا؟ همون کافی شاپ همیشگی فردا ساعت 10. کدوم کافی شاپ؟ نمیدونم. بنویس اون کافی شاپ خطری لو رفته. فردا همون ساعت بیا کافی شاپ آناناس تو قلهک. مثل این که یه چیزی میشه، منم منظورم همون کافی شاپه دیگه. زایه شد بدجور. بنویس ببخشید قاطی کردم، انگار حماقت این پسر نامزدم رو منم تاثیر گذاشته. من بنویسم؟ آره بنویس. فردا میبینمت. خداحافظ. خداحافظ کن، زود بیا بیرون که گندش نزه بود در بیاد. آناناس. ببینم کافی شاپ قطعی بود، آناناس دیگه چیه؟ همینجوری اومد تو ذهنم. با مونا وقتی میخواستیم ول خرجی کنیم میرفتیم اونجا. سلام. سلام، حال شما؟ خیلی خوش آمدید. کم به ما سر یوانا گرفتاری های کاری. من یه قهوه میخورم، منتظرم. با شیر؟ بدون شیر. بفرمایید، این پاکتم مال شماست، فراموش کرده بودم. کی اینو داد به شما؟ پیک آورده بود، آدرس اینجا رو بهش داده بودن یه ساعت پیش. نباید میگرفتیم؟ چرا؟ چرا؟ خیلی ممنون. خبری؟ از بیمارستان؟ صبح نبودی فکر کردم رفتی بیمارستان؟ نه، سرم درد میکرد، موندم کمی استراحت کردم. خسته ای؟ این پسر حمید اعصابم ریخته به هم. دو روز رفته نه یه تماسی، خبری؟ چیکار میکنه؟ از من میپرسی؟ تماس نگرفته؟ خب اگه تماس گرفته بود که بهت میگفتم. شاید امشب یه سر برم خونشون، بعد با شرف زدم. باید یه جوری از دلش در بیارم. نگرانم. جای نگرانی نیست. خیلی مطمئنی؟ بله بله بله. گوشی همون سربان اون شبیه است. از آگاهی فاس کن تو اتاقم. خب امشب چرا؟ چرا ربطی به عمو داره؟ خیلی خب باشه، گفتم باشه. خدا سلام. سلام، خوبی؟ چی شد یارو اومد؟ زرنگتر از این حرف هست، خودشو نشون نمیده.
اینو برام فرسته. وای این عکس‌ها دیگه چه چقدر وحشتناکه. نمیدونم قضیه چیه، فقط خدا کنه سرکاری نباشه. منطقش اینه که باید یه رابطه ای بین این عکسا و قهر کردن مونا از تو خانوادش پیدا. حرف بی خود نزن، همه چیو که نمیشه به هم ربط داد. امشب مهمون داریم. مهمون؟ نمیدونم چی شده که عمو یاد برادرزاده هاش افتاده. پس امشب تحقیق و تفحص تعطیله دیگه. اتفاقا همینو میخوام بهت بگم، نباید بفهمی کامپیوتر مونا پیش ماست. خب چرا اینقدر سوال نکن، حتما یه دلیلی دارم دیگه. حالا خوب خودت هم نمیدونی ها، دعوا نداره که. این پسر پیداش نشد. میان شما چاییتون رو بخورین. میگم رضا حسابی کدوانه شدی، منتظر مهمون بودی؟ نه. یعنی اینجا همیشه همینطوریه؟ تر و تمیز، میوه، شیرینی ها؟ تقریبا. باریکلا از شما بعیده. زنمو بچه ها چطورن عمو جان؟ اونا هم بد نیستن، نمیان بهشون سر بزنیم. غریبه ها بیشتر احوال ما رو میپرسن. درس و کلاس همو جان، وقت واسه آدم نمیذاره که.
سلام. نه خونه نیستم، آخر شب میرم توی کافی شاپ. باشه بیا. کلید داری؟ چه عجب. الو سلام. داداش 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 همی گوشی دستت ببینم رضا چی میگه. چیه؟ طرف میل زده. بازم قرار؟ آره فردا ساعت 11 ناصر خسرو. ناصر خسرو؟ کجای ناصر خسرو؟ چیزی ننوشته. مسخره شو در آورده. چرا اونجا؟ الو ببخش منتظر موندی. من به انتظار عادت کردم. خب حالا چی شده؟ نمیخوای بگی نگو. چرا بهانه میاری؟ میدونم من غریبم، همیشه غریبه بودم. دانشکده یادته؟ قدر نگاهات سرد بود که هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی بتونه به یه کسی نگاه محبت آمیز بندازی. اصلا ببینم رحمانی چطوره؟ تا به خواهمت ای خواستنی از خود می بایدم گذشت. چه بیم از ظلمت این چون این که چشمهای تو ستاره بارانم میکنند. باز بخونم؟ خستم میخوام استراحت کنم. خواهش میکنم. خداحافظ. خوش گذشت. حوصله خونه رو نداشتم، رفتم بیرون یکم قدم زدم، بعدم رفتم یه جای شام خوردم. خوبه؟ دو سال زمان کمی نیست. قرار ما چیز دیگه ای بود. با مخفی کاری نمیشه زندگی کرد. گرچه برای تو که بد نشد، یه صیغه محرمیت حاجی مکه. همه چی به وقتش درست میشه. آره درست میشه، اما تا گوساله گاو بشه دل صاحبش آب بشه. الان شرایط جور نیست. اصلا میدونی تصمیم گرفتم تو رو بفرستم خارج. اینطوری برای هر دومون بهتره. کارای اینجا هم که راستوریز شد خودم میام پیشت. دیگه خسته شدم. اگه قبول نکنم چی؟ اون وقت فکر میکنم تو مغزت افکاریه که از من پنهون میکنی. تو همه رازای زندگی منو میدونی. من همیشه با تو رو راست بودم. اینطور نیست؟ خب آره. خوبه. چیزی میخوری؟ نه اشتها نمیدارم. کامپیوتر این دختره رو نایدم. گفتم که جاش امنه. درست نبود تو چشم باشه. نمیتونم سرعیه رو در یک کلمه تعریف کنم. شاید این خصلت هم یادم میاد که زندگی سختی داشتم،
با خونسردی تمام از خیانتی که شوهرش در حقش کرده حرف میزنه. فقط یه بار گریه کرد. یاد بچه‌ای افتاده بود که بعد از خیانت شوهرش سخت کرده. من اینو نمیدونستم و امشب گفت از مرگ شوهرش خیلی خوشحال شده و شاید همین خوشحالی بوده که چند ماه مدام پلیس از او بازجویی میکرده چون فکر میکرده اون شوهرش سابقش رو کشته. وقتی امشب یاد خودم افتادم و خیانتی که در حقم شده، نظرش رو خواستم تا در تصمیمی که گرفته بودم جدی‌تر عمل کنم. راستش حرفاش منو ترسوند. آیا شک پلیس منطقی بوده؟ بذار خیالتو راحت کنم. اگه کسی بخواد به احساسات من خیانت کنه، حالا هر کی میخواد باشه، منم باش بازی میکنم. بازی مرگ. میدونی آدم ها مثل مهرهای شطرنج هم، بعضی سرباز هم، بعضی مهرهای اصلی. همیشه سعی کن جزو مهرهای اصلی باشی، چون بازی که شروع بشه اولین مهرهی که فدا میشه سربازه. تجربه قبلی رو که داشتی فراموش نکن. من ساکت نمیشینم، حتی اگه لازم باشه نزدیکترین کسم رو قربانی کنم. تو آزادی برای انتخاب کردن، قربانی شدن یا قربانی کردن، مسئله اینه. بیشتر از اینم وقت ندارم با تر کله بزنم. اوه مهمونی بازی شروع شد. میبینمت. چیه؟ اگه زود بیای آره، اگه دیر بیای نه، چون خستم میخوام بخوابم. زود میام. خداحافظ. چیه؟ بیا این هم داره که میخواستی. من میخواستم؟ آره دیگه، نشین شما رو داده بودم. کی؟ من چه میدونم، دارو رو میخوای یا نه؟ کجایی؟ دارو رو میخوای یا نه؟ آره میخوام. صد چو دار اولم قبوله. 100,000 تومن واسه این؟ نه 100 تومانی. تو باغ نیستی؟ بیا. Thank you.
بی خبر؟ باید اعلامیه چاپ میکردم. چیه؟ توپت پره؟ ریختم به هم. مربوط به موناست؟ شاید. مرموز حرف میزنی؟ پیداش کردی؟ چیو؟ همون که دنبالش میگشتی. خوب کار شده. تر بسته بندی رو میگم، تو کار کردی؟ آره من کار کردم. از اون گروناست، به خصوص وقتی تو ناصر خسرو توضیح بشه. آره از اون گروناست. خب تو ناصر خسرو همه چیز چند برابره، حالا چرا ناصر خسرو؟ تو بگو. چیه؟ فکر کردی من کیم؟ یه منشی ساده که ارزش دلبستن نداره، ولی میشه ازش استفاده کرد، ازش اطلاعات گرفت، سر کارش گذاشت. من الان نه وقت خندیدن دارم، نه وقت حرف مفت زدن. عجله دارم، باید برم. فسیل میشم، میخوام بزنم تو کار آزاد، یه داروخانه کوچیک بغل درمونگاه. جاشم دیدم چیلی فایده نداره، دنبال پا میگردم. هستی؟ راجبش فکر میکنم. دیگه فکر کردن نداره، مگه عمود تو کار دارو نیست؟ خب باش صحبت بکن، میشیم یه پای ثابت فروش داروهاش، بعد عمود از ما سود کمتری میگیره. باشه بابا، جواب اینا رو کی بهم میدی؟ خیلی عجله داری؟ حیاتیه. سرم خیلی شلوغه. تو راجع پیشنهاد من فکر کن، با عموت هم صحبت کن، من بهت زنگ میزنم. فقط بین خودمون باشه. چه؟ اون به اتمه؟ یا بهت زنگ میزنم. دست درد نکن. خداحافظ. بله سلام. چی شده؟ چی؟ الان ایمیلش رسید. یه ساعت دیگه تو هم کافی شد. باش. حواس هم هست. خدا حافظ. خدا حافظ. روزنامه، روزنامه، آخری خبر میدونم. دست شما درد نکنید. بفهم. من روزنامه نمیخوام. خیلی مخلصی. الان معلومه اصلا کجا هست؟ رو تخت بیمارستان تو کما. کما. خودکشی کرده. مونا
از یه جنایت انسانی حرف میزد که ممکن بود سطح گسترده تری رو در بر بگیره. میگفت این گزارش فعلا میتونه یه هشدار باشه. اون دنبال تکمیل مدارکی بود که دست عاملین اصلی رو کنه. تازه فهمیده بودم منظور اون از جنایت کرده بودن، حالا با مرد دست و پنجه نرم می‌کردن و هیچ راه علاجی وجود نداشت. چه خبر؟ یه چیزی از تاریخ گذشته اونورتر پسر خوب، اینا فاسدن. مصرفشون خطرناک مصرفشون. آره بابا. راجع به پیشنهاد من فکر کردی؟ نه. نه هنوز نه. باشه حالا با تماس میگیرم. خداحافظ. سلام سریا، خوبی؟ کجایی؟ ببین من همین الان باید ببینمت، باید باهات حرف بزنم. خیلی خوب. آره میدونم. باشه پس. شده؟ نه فکر کردم صدام زدی. خیلی جای گنجیه، با مونا زیاد اینجا میمونه. همون جایی که تو نشستی دقیقا همونجا جای ما هست. ناراحت باشم؟ از که تو بیشتر ناراحتی. این طرز صحبت کردن با یه خانوم نیست، خصوصا این که قبلا. بس کن بابا، میخوای بهت بگم اشتباه کردم؟ راضی میشی؟ خیلی خوب، اشتباه کردم. من فکر میکردم این موضوع برای تو تموم شده است. تو از زمان دانشگاهی تا حالا هیچ تغییری نکردی، عجیب نیست؟ چی خیال کردی؟ خیلی خودتو بالا گرفتی. جواب سوال منو میخوای به هم بدی یا نه؟ خیلی عجله داری؟ معلومه که عجله دارم. یه فکری مثل خورت داره وجودمو میخوره. چقدر شکل مونا شدی وقتی عصبانی میشد. سریا خواهش میکنم. نمیدونم تو منشی اون شرکتی، چطور نمیدونی؟ تو هم برادر زاده مدیر عامل شرکتی، این شد دلیل؟ ولی من میدونم تو چته. میترسی. تو رو خدا اینجوری نگو، به رگ غیرتم برمیخوره. میدونی چیه؟ من دارم وقتم رو تلف میکنم. خب حافظ. بشین. خب دو تا محموله بود مال پارسال. یکیش گفتن که تاریخ گذشته است، فاسد شده، مرجعش کردن. آخه به من بگو ببینم چطور ممکنه یه شرکت معتبر خارجی داروهای فاسد بفرسته؟ از خودش بپرس. ما همه اون محموله فاسد همش برگش خورده، مرجوع شده. تو مطمئنی؟ مدارک اینو نشون میده. به منم اینجوری گفتن.
پس آخه این چیه ها؟ این طرح روی جلدی که از من خواستن این چیه؟ عزیز من اینو تو کشیدی، از من میپرسی؟ من کاری به این کاراش نداشتم. خب منم ندارم. بازاریاب داروها کی بود؟ بابای مونا، آقای حکیم. حدس میزنم. مونا این قضیه رو فهمیده بود نه؟ فکر می‌کنم. خودکشی کرد که از همه انتقام بگیره؟ تو جای اون بودی چیکار میکردی؟ نمیدونم، ولی خودمو نمیکشتم. وای خدایا. اگه همون منصور، اگه همون منصور داروهای فاصله برش بشه. خب حالا چیکار میکنی؟ عمو تو میکشی؟ من منظور تو رو نمیفهمم. تو جرأت فهمیدنش رو نداری. تو جرأت هیچ کاری نداری، حتی انتقام. میخواد همه اطلاعات رو بفرسته به سایت. من صرفش کنم. تصمیم خودشو گرفته. اهمیت موضوع رو براش توضیح میده. بهش بگو این کار میتونه سرش رو به باد بده. تصمیم خودشو گرفته. خب پس بهش بگو پشت این قضیه. بهش بگو مشکات یه مهره است. تصمیم خودشو گرفته. بهش بگو پرونده سابقش هنوز بازه. آرام بخش زیاد میخوره؟ تقریبا هر روز. منزلمون یه مهمونی، یه چیزی جور کن، بعدش با من تماس بگیر. من نمیتونم. بچه نشو، بایی هر دومون گیره. گفتم من نمیتونم. اگه من نابود شم تو هم نابودی. فکر میکنم اینو میفهمی. برش دار، برش دار. من واقعا دلیلی برای این درخواست شما نمیبینم. به هر حال ما امشب عمل رو شروع میکنیم، مگه اینکه کتباً به ما ابلاغ بشه. ما به سختی تونستیم پدرش رو راضی بکنیم برای اهدای روز. اون بیرون آدمایی هستن که منتظر این عملن. ما حق نداریم این شانس رو ازشون بگیریم. نگرداشتن مونام تو این وضعیت یعنی ریسک بالا. من اصلا موافقت نمیکنم. فکر کنید ما تنها کسایی هستیم که به خاطر یه مقدار سود بیشتر درصدی از داروهامون رو وارد بازار سیاه میکنیم؟ نه واقعا فکر میکنی دختر من اینقدر احساساتی و احمقه که به خاطر یه همچین موضوع پیش پا افتادهی دست به خودکشی بزنه؟ داخل این که همه داستان نیست. داروهایی که شما وارد بازار سیاه کردین همشون تاریخ مصرف گذشته و فاسد بودن. فاسد؟ دروغه. شما واقعا نمیدونستین؟ دروغه. دو تا محموله از این داروها وارد شرکت شده. یکی از این محموله ها داروهاش تاریخ مصرف گذشته و فاسد بودن. همش مرجوع شد، همش برگشت خورده.
آخه شما مطمئنی؟ منصور کسافت منشیش به من دروغ گفت. خودش هم نمیدونسته. کی؟ اون زن منصوره از تمام جیک و پیکش خبر داره. چی؟ سوریا زن عمو منصور؟ پس بگو اون همه دست و دلبازی، اون همه رفیق بازی، نارفیق با همین دستای خودم خفت میکنم. نسبتی با دراکولا نداری؟ ممکنه خودش باشم. بعید نیست. چیه؟ به هم ریخته ای؟ اومدم کامپیوتر اون دختره رو ببرم ولی پیداش نکردم. تو حالا چقدر گیر دادی به کامپیوتر؟ من که بهت گفتم جاش امنه. مثلا کجا؟ چه؟ دیگه به من اعتماد نداری؟ باید داشته باشم. مزخرف نگو. بچه‌ها اون کامپیوتر تو خونه حمید پیدا کردن. تو از چی میترسی؟ تو که گفتی تمام اطلاعاتشو پاک کردی. بعدم کافی بود به یه چیزی پیله کنه من بهش ندم. وقت به همه چیز شک میکرد. قیافه من به احمقا شبیهه؟ حمید چیزی نمیدونه. اما تو سعی کردی همه چیزو بهش بگی. قرار امروزون تو کافی شاپ برای چی بود؟ تو دیوونه شدی. وقتی فهمیدم تو حالا یه ما رو تو آسینم نگه داشتم دیوونه شدم. منظورتو نمیفهمم. تو آدم باهوشی بودی. کم عقلی از من بود. باید خیلی زودتر از اینا میفهمیدم. فقط تو میتونستی همه اون اطلاعاتو در اختیار مونا بذاری و به کشتنش بدی. حالا داری همین کارو با حمید میکنی. برای چی؟ خودت خوب میدونی من اون برار سر مونا نگردم. من فقط میخواستم از حمید بعدش بیاد. حمید جالبه، پس هنوز علاقه به حمید خان وجود داره. تو بازی خطرناکی رو شروع کردی. تو اینجور بازی ها یه اشتباه میتونه سر آدم به باد بده و تو اشتباه کردی. متاسفم، من نمیتونم اشتباه کنم. تو حالت خوب نیست منصور؟ نه اصلا حالم خوب نیست. ببین من فکرامو کردم، هر جا که تو بگی میرم. بعدم که آبا از آسیا گفته تو هم بیا پیش من، وقت به هم دیگه زندگی خوب شروع میکنی. رویای قشنگیه، اما قشنگتری شد اگه حمید خان میدونست عموش چی کار است و میومد ازش انتقام میگرفت. کلک اونام که قبلا کنده شده وقت میشد با هم کلاسی سابق
یه زندگی شیرین داری رو شروع کرد. شاید یه جای دیگه دنیا اینجوری رویایی در نبود. چی داری میگی؟ من از حمید متنفرم. عشقی که متنفر آلود از خطرناکتره. مرضیه که برای مداواش یا باید بکشی یا کشته بشی. من چی کار میخوای بکنی؟ همین کاری که دارم کنم. دیگر نمیتوانم این زندگی را تحمل کنم. نمیتوانم.
سلام. چی شده؟ متن خودکشی و مونا تایپ نکرده رضا. یعنی چی؟ املای متن خودکشی با املای خاطرات مونا فرق میکنه. شما کی اومدین آقا؟ حق باشه مساس. نه خیر. آقا یه حکیمی اومده بودم. فکر نمی‌کردم باشید. چشم. ببخشید. تو جنایتکاری. تو باعث شدی دختر من خودکشی کنه. چرا حرف مفت می‌زنی مرد؟ کی دختر تو از دهن شیر کشید بیرون؟ اگه من نبودم فکر میکنی دخترت امروز زنده بود؟ مگه حالا زنده است نامرد؟ خیلی بی‌انصافی نادر، خیلی بی‌انصافی. خودت خوب میدونی که دخترت مشکل داشت، با همه چه سر میکشید، فضولی میکرد، با همه چیز و همه کس کار داشت، سرش درد میکرد واسه درد سر. تو منو وارد بازی کردی که من راضی نبودم. من به گردن تو حق داشتم. همون کار کثیفی هم که کردم به خاطر حقت بود. همون کاری که به خاطرش صد برابر مزد گرفتی. امیدوارم اینه که یاد نرفته باشه که خیلی بیچشم روی میخواد. تو جنایت کردی منصور. شلوغش نکن نادر. خودت خوب میدونی اون قرصا مال مریضایی که دیگه امیدی به زنده بودنشون نیست. سرطان تو مغز و استخونشون نفوذ کرده. من فقط اونا رو از زندگی نکبتبار نجاتشون دادم. تو مگه خدایی؟ مگه باید خدا باشی تا اینجور چیزا رو بفهمی؟ تو داری گناه تو توجیه میکنی. برای من جانم عذاب نکش. اگه به گناه باشی تو خیرخیرت آلوده شی. جلو قاضی و ملق بازی؟ من لوت میدم. تو این کارو نمی کنی چون پای خودت هم گیره. بعد از مونا زندگی برای من معنی نداره. حداقل اینجوری وجدانم راحته. تو احمقی. بله احمق بودم، ولی حالا میخوام جبران کنم. باید همه بفهمن تو چه آدم کثیفی هستی. همه تونو نابود میکنم. خدا زندگی تو سیاه میکنم. کاری میکنم که هر روز صد بار آرزوی مرگ کنی. برو بیرون، برو بیرون. گمشو.
عرض ارادت خانم. فرموده بودین که اگر تغییری در وضعیت مناجون پیش اومد شما رو بیخبر نذارم. حقیقتش من خوشبین نبودم، این در حد یه معجزه است. نادر؟ بله، به اونم زنگ زدم. خواهش میکنم، خداحافظ. میگم خوب شد نامه آگاهی زود رسیده، وگرنه دکتر زیر بار این بچه بازی ها نمیرفت که. خب بقیهش همش همین بود، چیز دیگه ای نمیدونم. عمو منصور، تعقیبش کن. نادر هنوز نیومده، من قبل از شما باهاش تماس گرفته بودم. حتما یه جایی گیر کرده، شاید هم خودش واسه دخترش خوشگل میکنه. دل دیگه هر گوشش یه جا گیره. من که دوست خانوادگی هم، دلم یه ذره شده واسه دیدنش. فقط یه لحظه آقای مشکل، چون الان شرایطش اصلا برای ملاقات مناسب نیست. حتما خانم، حتما، تا خودمون یه جورای اهل بخیه ایم. بفرمایید. خانم
خانم ایشون یه لحظه مناجون رو ببینن و برن. من برمیگردم. ممنونم خانم موسوی. مونا جون، منم انو منصور. صدای منو میشنوی؟ آقا لطف کنین با مریض صحبت نکنید. لطفاً سریع‌تر. من فکر نمی‌کردم خودشو به این سرعت برسونه. باشه، خونسرد باشه. نمی‌تونم. خواهش می‌کنم سریع‌تر. چی شده؟ بهتر اون کارو نکنی آقای مشکات. چون هیچ چیزی تغییر نمی‌کنه. یه بار اشتباه کردم، اونو از مرگ نجاتش دادم، اما این بار نه. همه هی باید وقتی همون زیر سر این جوجه خبرنگاره اشتباه زندگی بود میکرد. زندگی لابا چرا رفت بندانه؟ نه بچه نشو جلو نمیزن هماغن نکن هماغن نکن. بدش من اون اسلحه رو بده به من.